به گزارش رسیده مطهره بهرامی، زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین، با وجود وضع وخیم جسمی، تا کنون از امکانات درمانی محروم بوده است. مطهره زندانی 62 ساله زندان اوین که از ناراحتی دیسک کمر رنج می‌برد و به تشخیص پزشکان باید مورد عمل جراحی قرار گیرد، تا کنون با مخالفت دادستانی از اعزام به بیمارستان محروم بوده است. وی دیگر امکان حرکت کردن ندارد و قادر به انجام کارهای شخصی خود نیز نمی باشد. مطهره روز 6 دی ماه سال 88 بازداشت و به 10 سال زندان همراه با تبعید به زندان گوهردشت کرج محکوم شد. بر اساس گزارش رسیده، زندانی سیاسی زهرا منصوری که به دلیل ابتلا به بیماری سرطان به مرخصی استعلاجی اعزام شده بود، به زندان فراخوانده شد. زهرا 60 ساله که در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد، سومین جلسه شیمی درمانی خود را پشت سر گذاشته است. پزشکان گفتند وی باید بین 6 تا 8 جلسه شیمی درمانی انجام دهد، اما دشخیمان به این ترتیب مانع شدند. این زندانی سیاسی که از بیماری سر نیز رنج می‌برد، در بهمن ماه سال گذشته با قرار وثیقه 200 میلیون تومانی به مرخصی درمانی فرستاده شد. روز سوم خرداد، دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد رژیم ضد بشری آخوندی در یک اقدام سوانه در روز چهارشنبه اول خرداد یک زن زندانی را بعد از 100 ضرب شلاق و با بدنی خونبار در زندان قرچک ورامین به دار آویخت. وی که گیتی مرامی نام داشت، 34 ساله و مادر یک دختر بود. همسر وی نیز از زندانیان محکوم به اعدام است و 13 سال است که در حبس به سر می برد. اخیراً فشارهای روحی و جسمی بر زندانیان سیاسی زن در زندان اوین تشدید شده است. این زندانیان همکنون در بندی محبوس هستند که سابقاً به نام بند متادون معروف بود. بیش از یک سال است که هیچ گونه ارتباط تلفنی با خانواده‌های خود ندارند و از محرومیت‌های متعدد در اولیه‌ترین الزامات زندگی رنج می‌برند. روز اول خرداد شمار زیادی از زنان خانه‌دار در مقابل دفتر پاسدار احمدی نژاد تجمع اعتراضی برپا کردند. این زنان که خواستار حق بیمه هستند گفتند به هیچ وجه توان پرداخت هزینه‌های درمانی را ندارند و سالهاست وعده می‌دهند که ما را بیمه می‌کنند، اما کاری نکردند. به گزارش خبرگزاری مهر آخوندی، روز دوشنبه 30 اردیبهشت، رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت جامعه ما بر معضل اجتماعی بدحجابی حساسیت داشته و خواستار ورود جدی و عملی مسئولان در برخورد با این گونه ناهنجاری ها در جامعه است. در این جلسه دادستان رژیم در مرکز استان سمنان از اجرای 32 طرح تذکر زبانی در مقابله با بدحجابی طی سال جاری در ستاد مردمی حفاظت اجتماعی دادگستری خبر داد و گفت با اجرای این طرح‌ها به 2280 نفر تذکر داده شده است. عقب نشینی نیروهای سرکوبگر از دستگیری و زندان و شکنجه به تذکر زبانی نمودی از بن‌بست سرکوب رژیم به ویژه در سرکوب زنان است. به گزارش رسانه‌های رژیم، مدیر اجتماعی دانشگاه تبریز از تلاش برای پیشبرد طرح‌های سرکوبگرانه و زن‌ستیزانه آخوندی تحت عنوان گسترش فرهنگ حجاب و عفاف خبر داد. وی گفت مصادیق پوشش از جمله رنگ لباس، نوع آرایش و نوع پوشش هم برای دانشجویان دختر و هم برای دانشجویان پسر مشخص و سپس به صورت تابلو در دانشگاه نصب شده است.